بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه های ما رو تو مسلمان تی ببینن پس اگر تا بال عضو نشدید دکمه سابسکرایب یا هم مشترک شدن رو بزنید زنگوله کنارش فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع بکنه عید فطر رو هم تبریک میگم تا عادتون قبول باشه ان که خداوند پاداش این زحمات شما رو عنایت بکنه تیتری که دارید میبینید نوشته فوری پخش زنده سخنرانی خامنه ای در نماز عید فطر عقب نشینی خامنهای در موضوع حجاب تلاش برای ماسمالی بحث رفراندوم اشاره به جریان اسلام ستیز این رو کی منتشر کرده این رو شخصی منتشر کرده که تو تصویر دارید میبینید یک سال و پیش به درآمد میلیاردیش از یوتیوب اشاره کردم به دشمنیش با ایران دقت کنید نه تنها اسلام به دشمنیش با ایران پرداختم و اونجا گفتم که گرگ در لباس میشه با تعریف و تمجید منافقانه از رهبری سپاه سردار سلیمانی و مسائلی از این دست میخواد خودش رو تو دل مردم جا بکنه بگن این طرفدار نظام هست قشر خاکستری و چه و چه به قول خودشون جذب بکنن بعد ضربه کاری بزنن این برنامه رو یک سال و نیم پیش منتشر کردم بچههایی که تازه با ما آشنا شدن این برنامه رو ببینن و در جریان باشن که سطح تحلیل ما به چه صورته و چطور از ماها و سالها قبل یه سری افراد و جریان ها رو معرفی میکنیم و بهتون میگیم که در آینده چی میشه و الحمدلله تا به اینجا هم درست در مده. اما تو این برنامه دیگه فوقلاده رسوا شد توهین به اعتقاد مردم ایران طراحی کودتای نظامی و در نهایت تجزیه ایران یعنی هدف اینها از توهین به اسلام و مقدسات و اینها عصبانیت یک گروه در مقابل گروه دیگره یعنی اسلام و ایران رو در مقابل هم قرار بدن در داخل گروهی از مردم مقابل هم دیگه قرار بگن یه دو قطبی دین و غیر دین ایران و غیر ایران شکل بگیره مردم به جون هم بیفتن تجزیه ایران رقم بخوره حالا این تجزیه فقط تجزیه جغرافیایی نیستا همین که مردم از هم دور بشن دلهاشون از هم دور بشه نسبت به هم نفرت و کینه داشته باشن هم یه یعنی نوع تجزیه است جدا سازی مردم از هم دیگه که با هوشمندی رهبر انقلاب تو نماز امروز تو خود به این اشاره میکنه خب اینجا اینا فکر میکردن که با حمله به اسلام میتونن مثلا کار رو از پیش ببرن به زمین خودشون اسلام زدایی بکنن کاری که 1400 سال داره میشه اربابان اینا گنده تر از اینها اومدن هیچ غلطی نتونستن کنن عمرشون هم به پایان رسید و به درک واصل شدن حالا اینا که عددی نیستن نه سواد درست دارن ادای بعضی کلمات فارسی به صورت دقیق و صحیح رو بلد نیستن اینا اینا چطور میخوان براندازی بکنن اینها هرسشون از این گرفته که مردم روی برگردوندن درآمدشون کم شده تعداد نفرات که دنبالشون میکردن سقوط کرده ممبراشون کم شده خب الان چیکار بکنیم در راستای این تراشغال بی بی چهل من و تو داره برنامه تولید میکنه به رهبری هم حمله میکنه کسی که تو اون برنامه میگفت ایزد نشان خامنه ای الان میگه خامنه ای یعنی یه آقای خامنه ای هم نمیگه ببینید نفاق اینجا خودش رو نشون میده و این نشان از فشار بیش از حدی که روی این فرد هست یعنی به قدری فشاری شده که احتمالا امروز فردا سکته رو هم بزنه اما بریم صحبت های رهبر معظم انقلاب رو در خطبه دوم نماز عید فطر ببینیم و بشنویم و یه تحلیل کوتاه خدمت شما دوستان ارائه کنیم از خصوصیت از خصوصیات ماه مبارک رمضان تقویت اراده هاست روزه یک خاصیت بزرگ و مهمش این است که اراده شما رو تقویت میکنه اراده یک ابزاری است که خدای متعال در وجود آهاد انسان ها قرار داده است برای حرکت برای پیشرفت این نیرو که در ماه رمضان تقویت شده و توانایی بیشتری پیدا کرده است بعد از ماه رمضان باید به کار بیفتد در راه رضای الهی در راه پیشرفت در جهتی که پروردگار متعال برای آهاد بشر معین کرده است و جامعه اسلامی متضمن تقویت این راه و هموار کردن این راه و آسان کردن حرکت در این راه است مسئولان کشور از این امکان استفاده کنند با این تقویت اراده است که می توان گره ها رو باز کرد مشکلات رو مشکلات بزرگ کشور را می توان برطرف کرد با اراده قوی با اون ابزار مهمی که خدای متعال در اختیار اونها قرار داده است یک راه برده بسیار مهم و اساسی همکاری مسئولان کشور در نیروهای سگان است دارید میبینید دیگه سران قوا در یک قاب به همدلله همه اینجا حضور دارید آهاد مردم هم که به همدلله تشریف دارند و بعد هم در سرتاسر سر ای کشور این سخن رو خواهند شنید اینجا خیلی نکته ظریفی رو اشاره میکنن ایشون داره اشاره میکنه به اینکه الان دیگه فضای مجازی انقدر گسترده شده به دور ترین مناطق کشور هم خبرها میرسه اینجا داره علنی صحبت میشه دیگه نمیتونید بگید در پستو فلان حرف زده شد در فلان جا فلان چیزو گفتن در فلان جلسه دارم عملی علنی و در انظار عموم به شما میگم اختلافات رو بذارید کنار آقا مجلس تصویب کرده مثلا فلان کار کنید دولت اجرا نکرده دولت گفته مثلا خود روی کار کرده وارد کنید مجلس انقلت رو برده تشخیص یه چیز دیگه گفته طرح افاف و جاب رو باید رعایت کنی، قوه قضاییه مثلا شل گرفته اون یکی صفر گرفته این اختلافات این شکلی تو حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اختلافاتی هست دیگه. اینجا داره اشاره به این میکنه که حواستون باشه، دیگه مردم هم در جریانن. این که ما میگیم مطالبه گری از مسئولین یعنی دقیقا همین. اون ایده که خواب بودن، برنامه ساختن، تحلیل کردن، کارشناس بودن، نمیدونم می بیان بگن آقا مطالبه کنید رهبری الان اینجا دیگه داره میگه میگه آقا شما مسئولید مردمام دیگه در جریانن یعنی مردم مطالبه گری کنید آ. این چقدر رهبر کشور باید تنها باشه چقدر باید غریب باشه که حرفا رو خودش مجبور بشه بیاد بزنه یعنی توی که فعال فضای مجازی هستی توی که رسانه دستته توی که کار فرهنگی میکنی توی که کار رسانه داری میکنی تو نیایی حرف بزنی تو مطالبه گری نکنی کار به جایی که رهبری بیاد خودش دیگه رسما توی یک تریبون عمومی تو روز عید در حضور خود اون مسئولان بگه بگه آقا این بعدها مردم میبینن حالا اونایی که اینجا هستن دارن میشنون بعدها به سراسر کشورم میرسه احساس میکنم یه پالسی داره غیر مستقیم به ما میده که آقا حواستون باشه مطالبه گری کنید دست رو دست نذارید که انشالله درست میشه ماشالله چقدر خوب بود با انشالله ماشالله که کار پیش نمیره که اون جای خودش انشالله جای خودش توکل به خدا جای خودش همه اینها جای خودش اما عمل هم میخواییم عمل انقلابی میخواییم عملی که نشعت گرفته از یک اراده راسخ باشه برای حل مشکلات مردم نه با حرف درمانی که کار پیش نمیره کشور داره نمیشه که آقا انشالله از سال بعد اینجوری میشه بعد سال بعد میشه میبینی ای نشد بدتر هم شد بعد میبینی انشالله درست میشه بابا این انشالله میزنه تو کمر آدم میگه مگه تو عقل نداری اول باید مشکل رو بشناسی فهم مسئله بکنی بعد اقدام بکنی حالا این وسط اختلاف هم اضافه بشه بهش یعنی یکی بگه ما سفید و یکی بگه نه ما سیاهه خب اینجوری میشه کشور رو داره کرد نمیشه اداره کرد. باید همدلی کنند همکاری کنند همتزایی کنند قانون اساسی ترتیب خوبی داده است برای تشکیل این سه قوه اشاره به قانون قانون مداری کنید الان همین مجلس نادان احتمالا همزمان که ما داریم برنامه رو زد کنم لایو داره دیگه احتمالا میخواد بیاده که رهبری از حجاب عقب نشری کرده فلان اتفاقا رهبری سر موزه حجاب محکم استاد داره به قانون ارجاع میده میگه مردم به جون هم نیفتید قانون داریم قانون رو رعایت کنید تو کشور مسالمت زندگی بکنید جنگل که نیست که یه کشور داریم زندگی بکنیم بالاترین ارکان و نظام در قانون اساسی براش پیش بینی شده آقا وظیفه تو چیه وظیفه تو چیه تو باید چیکار بکنی همش طبق قانون طبق قانون باید جلو بریم جامعه بی قانون میشه جنگل تو همه سطوح تو همه زمین ها باید قانون رعایت بشه اگر بی قانونی رو پذیرفتی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه تو مباحث کلان هم بی قانونی میشه شما دیگه جلوش نمیتونی بگیری آقا فلان مدیر بانک فلان کار کرد فلان مدیر عامل پتروشیمی فلان کار کرد فلان رئیس مثلا فلان اداره فلان کار کرد کسی جلوش میسه نه بیقانونی قانونی داره میکنه دیگه چرا آقا چون اجازهش خودمون دادیم قانون باید حاکم باشه کجای دنیا شما دید بی قانونی کنن کشور پیشرفت میکنه اگر چنون این سه قوه با هم به طور کامل همکاری کنند کارها به هیچ بش گره نمیخورد مشکل پیدا نمیکنه مانع همدیگر نشند راه رو برای همدیگر هموار کنند باز کنند ببین یعنی این مشکلات هست دا وقتی این صحبت ها داره میشه یعنی این مشکلات هست مانع دارید ایجاد میکنید برای هم دیگه به جای اینکه راه رو هموار کنی اون مسئول بیاد وظایفش انجام بده اون اداره اون سازمان دولتی اون نهادی که حالا مثلا وظیفش هست شما داری سنگ رو پاش میندازی صدای برخی از نماینده‌ها در مورد تو مجلس قوه قضاییه خیلی انتقادها بهش داره میشه آقا شما داری چیکار می‌کنی؟ دولت همینطور آقا این چه وضع اقتصاده همه دست بده این جلسه سران قوا که تشکیل شد برای این بود که مشکلات حل بشه دیگه تو برنامه قبلی هم گفتیم یعنی خروجی چیه رهبری میگه تا حالا موفق نبوده اونطور که باید شد تو برنامه قبل کلیپشو گذاشتیم دیگه مسئولان کشور چه نمایندگان مجلس چه مدیران قوه مجریه و قضاییه که در بین این جمعیت حضور دارند متوجهند که این همکاری و همتزایی و همدلی رو چگونه میتوان به وجود آورد این امروز یک راهبرد کلی است یک راهبرد مهم دیگر تمرکز بر حل مسائل است حل مسئله سرگرم نشدن و مشغول نشدن به هواشی هواشی ایجاد میشه همیشه هم دشمن نیست که هاشیه ایجاد میکند گاهی از روی قفلت و با عوامل گوناگون و انگیزه های گوناگون یه هواشی در اطراف یک کاری یک حرکتی یک شخصی یک مدیری ایجاد میشه سرگرم این هواشی نباید شد رهبری چی میگه میگه حل مشکل برای حل مشکل اول اتفاقی باید بیفته چیه فهم مسئله بفهم الان یعنی درگیر چی هستی اقتصاد تو باید تورم وحشتناک مواجهه دشمن هم داره کار میکنه خب اصلی ترین مسئله که دامن داره میزنه این اتفاق چیه نشستی شناسایی بکنی یعنی فهم مسئله الان توی اقتصاد یه گروه داریم آقا میگن مثلا تورم عاملش اینه یه گروه دیگه داریم برعکسش رو میگن 180 درجه با هم دیدگاهشون فرق میکنه یکی میگه مالیات برای سرمایه خوبه بگیریم یکی میگه نه فایده نداره فعلا حالا باید کارهای دیگه بکنیم یعنی این تناقضات این تعارضات این اختلاف دیدگاه ها اینا همش هست اما وظیفه حاکمیت وظیفه دولت کسانی که مسئولان بیان اول فهم مسئله بکنن یکی از چیزهای خوبی که در احمدی نژاد وجود داشت این بود فهم مسئله میکرد اول جلسات متعدد کارشناسی که آقا این مشکل چیه می آقا صد تا اقتصاددان بیاید بشینید صحبت بکنید ما تو این دولت اینو نمیبینیم حداقل رسانه‌ای نشده اگرم جلساتی هست رسانه‌ای نشده ما ندیدیم نشدیدیم بیان رسانه‌ای کنم بگم ما فلان روز با مثلا 50 تا اقتصاددان برتر کشور یا از اساتید دانشگاه مثلا جلسه داشتیم برای اینکه فهم مسئله بکنه دیگه ببینه گره کار کجاست بره اون گره رو باز بکنه تناب رو دستش گرفته یه تناب اقتصاد دست منه اما نمیدونه گره کجاست فهم مسئله نکرده بابا این مشکل ناشی از چیه برو اول اونو پیدا کن بعد برای حلش یه راه حل پیدا بکن درگیر هواشی بودنم که خب بخشیش رو همین شبکه اجتماعی دارن بهش دامن میزنن فلان مسئول دستش تو بینیش بود فلان مسئول فلان جا مثلا نخندید چرا نخندید اینجا فلان چیزو گفت چرا اینجوری گفت اونجا فلان سوتی رو داد این همش هاشیه. که من بارها گفتم رسانه های زرد یعنی همین ها درگیر هواشی ذهن مردم بره سراغ چیزهایی که مهم نیست تخدیر تخدیر یعنی همین دیگه از مخدرات میاد تو ذهنت از حقایق زندگی دور بشه حالا این حقایق زندگی میتونه حقایق فردی باشه یعنی تو امور شخصی تو میتونه حقایق اجتماعی باشه تو از جامعه دور بشی از مسائل مشکلات از ضرورت از کارهایی که باید بشه و نشده تو رو سرگرم یه میکنه که اصلا این نه هیچ تأثیری تو زندگیت هم نداره یا درگیر مسائلی میشی که اصلا هیچ ارتباطی به اوضاع امروز و کشور نداره یا میخواد از اصل مسئله تو رو دور بکنه این بحث هجاب و بی هجاب و فلان که ما بارها مطرح کردیم این بله یه بودش اینه که دشمن میخواد به ساحت خانواده ضربه بزنه یه بودش هم از داخل داره تقویت میشه مافیای پوشاک مد و لباس قارتگران و چپاولگران بیت المال جامعه ذهنش بره به سمت و سوی دیگه منعطف بشه به اون از این طرف کار خودشو بکنه یعنی کلا تو برف باشه چیزی رو نبینه این از این طرف کار خوش انجام بده نه مردم به این هواشی اهمیت بدهند نه مسئولان خودشون رو مشغول کنند متمرکز بشوند روی مسائل اساسی کشور از مردم عزیزمون هم انتظار می رود به برکت ماه مبارک رمضان و دستاوردهای بزرگی که در این ماه داشتند اتحاد خودشون رو حفظ کنند و همدلله الان امثال هم ما نادان آدم میخوام بیان اینجا رو بگن و از اینجا به بعد خوب گوش بدید میخوام بگم ببین رهبری عقب نشدی کرد از هجاب و فلان اول میگه اتحاد خودتون رو حفظ کنید خب از اول انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور دائم بر روی وحدت مردم اتحاد مردم تکیه می کرد مردم و ما متحد بودند و این اتحاد در موارد بسیاری راه های دشواری را تنگه های سختی را توانست برای مردم باز کنه راهها رو راه ها را را گشا باشه وحدت شیعه و سنی یکیشه وهابیت چقدر کار کرد دشمن چقدر کار کرد که این گسل رو فعال بکنه درغه شیرازی ها اومدن بعد امسال الله یاری ها تو یوتیوب پیداشون شد بعد اسلام رحمانی اومد اسلام آمریکایی اومد همه اینها اومدن پای کار وحدت شیعه سنی به هم بخوره به همدیگه بپرن توهین به اعتقادات همدیگه بکنن تحریک بکنن جوانای متعصب به جون هم بیفتن خون و خون ریزی بشه کشور از هم بپاشه این یه نمونه شها الان اینا مخن رفتش بدن به حجاب بگم ببین رهبری از حجاب عقب نشینی کرد گفت اینجا متحد باشید اتحاد یعنی در مقابل دشمن بیرونی با همدیگه وحدت داشته باشی این وحدت به معنای یکی شدن نیست یکی شدن در اعتقاد یکی شدن در رفتار مثل این کلام ما بگیم با برادران اهل سنت مثلا وحدت داریم آیا این به این معناست که ما اعتقاد اونها رو پذیرفتیم یا اونها اعتقاد ما اون رو پذیرفتن نه اعتقادات خودمون سر جاش هست اما در مقابل دشمن مشترک و بیرونی برادرانه ایستادیم از ایرانمون دفاع میکنیم پس اینجا این به معنای این نیست که از حجاب کوتاه اومد اول صحبتام قانون قانون اشاره میکنه در قانون چی داریم حجاب ضرورت شرعی و قانونی باید رعایت بشه هر کس هم مرتکب این فعل بشود قانون باش برخورد میکنه تو صحبت های مکرر رهبری این بوده الان هم که تصمیم گرفته شده نیروی انتظامی وارد بشه مردم مقابل مردم قرار نگیرن یه برنامه قبل از این داشتیم گفتم دولت حاکمیت باید سریعتر برای حجاب یه فکری بکنه که مردم در مقابل مردم قرار نگیرند این به اون تذکر بده اون مثلا دست بندازه تو صورت این چنگ بکشه اینجوری نشه حاکمیت باید قانون رو اجرا بکنه پیاده بکنه وقتی قانون اجرا شد مردم به عنوان شهروندان این کشور تکلیف خودشون رو میدونن این اتحاد و همدلی در زیست اجتماعیه در زیست فردی طرف اعتقادات خودش رو داره اما وقتی تو حوزه اجتماع حضور پیدا میکنه از اعتقاد تبدیل میشه به رفتار هر اعتقادی داره به خودش مربوطه تو خلوت خودش هر کاری میکنه به خودش مربوطه خودش میدونه خدای خودش اما در اجتماع باید به هنجارهای اجتماع پایبند باشه و این میشه همون قانون که تو کل دنیا هست این اتحاد باید حفظ بشه دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است با یک پارچگی شما مخالفه با یک دست بودن ملت مخالفه دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید مختلف سلایق مختلف با هم بجنگند با هم دعوا کنند در یک جامعه سلایق مختلف هست عقاید مختلف هست نگاه های مختلف به مسائل هست باشه مانعی ندارد در کنار هم همه زندگی کنند با هم کار کنند با هم مهربانی کنند الان این رو دوباره میخوام بگن هجابه اصلا این ارتباط بینه از اعتقاد صحبت میکنه نوع نگاه از رفتار صحبت نمیکنه هجاب با هجابی بی هجابی بد هجابی همه اینها در حوزه رفتاره وقتی میاد تو جامعه بله اعتقادش اینه که باید هجاب داشته باشه اما وقتی میاد تو جامعه با عملش دقت کنید اعتقاد و عمل با عملش این کار رو انجام میده اون یکی میگه اعتقاد به حجاب نداره اصلا او هم با عملش بد هجابه. میاد تو جامعه بعد این عملشه رفته لباس بد پوشیده بدن نما پوشیده لباس های مستحجن پوشیده این عملشه درسته پشتش اعتقاد داره اما با عملش این کار انجام میده حالا برعکس همین یه خانومی اصلا به حجاب اعتقادی نداره اما وقتی میاد تو جامعه میگه قانون جامعه من اینه که باید حجاب داره این به معنی اینه که اعتقادشو فراموش کرده نه اعتقادش همچنان همونه اما در حوزه رفتار اجتماعی خودش رو مقید و پایبند به قانون میدونه حالا با اون با حجابه اونم تو ذهنتون بیارید میگه من اعتقاد به حجاب دارم این اعتقاد به حجابش کی خودش رو نشون میده موقعی که عمل بکنه یعنی وقتی تو جامعه حضور پیدا میکنه مثلا چادر سرش باشه مانتو داشته باشه فلان باشه اینجوری پوشیده باشه پس اینجا رهبری داره از اعتقادهای مختلف سلاائق مختلف نگاه های مختلف صحبت میکنه نه اینکه تو با عملت بیای تو جامعه یک کاری رو انجام بدی خلاف قانون باشه خلاف شر باشه بعد حاکمیت هم وایس شما نگاه کنه بکنه مگر ایشون نگفت حرام سیاسیه حرام شرعیه بعد حجابی حرام سیاسی حرام شرعی که حالا این حرام سیاسی خودش یه فلسفه داره بعد دو ساعت میشیم صحبت بکنیم چون حضور اجتماعی تو رو دشمن داره رصد میکنه پس این حرام سیاسی بعد اینا مرتکب نشی عقب نشینی کرده چه سیقه‌ایه یک نفر مشتهد باشه فقیه باشه در جایگاه رهبری باشه در رأس حاکمیت باشه بعد بعد حجابی که اگر اگر آمدانه باشه گناه کبیر حساب میشه این رو چشپوشی کنه میگه شما راحت باشید حالا چون دشمن میخواد مثلا از شما آتو بگیره شما با هم دیگه دعوا نکنید تو بعد بیا بریم تو فلان مگه میشه همچین چیزی قانون کشور رو زیر پا بذاره قانون خدا رو زیر پا بذاره اونم کی کسی که ولی فقیه این نگاه نگاه پدران است دقت کنید روز عید داره جامعه این برنامه رو میبینه این سخنرانی رو میشنوه یک نگاه پدرانه از باب موعظه و نصیحت که بابا جان اگر میخوایم این ایران ما حفظ بشه این خانواده بزرگ ایران حفظ بشه باید متحد باشیم ما به جونا هم نیفتید تو موی اونو بکشی اون سر اون جیغ بزنه نه اینجوری نشه مسالمت آمیز کنار هم زندگی کنید ما قرار رشد بکنیم این ما رمزون یک ما روزه گرفتیم برای چی برای که رشد بکنیم دیگه جامعه باید رشد بکنه به تعالی برسه تعالی اخلاقی فرهنگی معنوی رعفت میان مردم وصفزه های دشمن رو برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان زحمت کشور بایستی باطل کرد دشمن در گذشته استعمارگران با حرکت نظامی وارد کشورها میشدند. استعمار وقتی کشور مسلمان رو میخواست بگیره با نیروی نظامی وارد میشد. شد می گرفت. این تاکتیک این حرکت امروز از کار افتاده است دشمنان فهمیدند دشمنان اسلام فهمیدند که از نیروی نظامی کاری ساخته نیست در این همین اواخر آمریکا در افغانستان و در عراق تجربه کرد دید که با نیروی نظامی کاری بیش نمی رود میگه دشمنان اسلام دیگه اینجا حرف از ایران نیست یعنی چی؟ ایران مهم نیست؟ نه داره یه قاعده کلی تر رو میگه توی پروتکل های یهود به یه بخشیش اشاره کردم تو برنامه های قبلی هم اشاره کردم که جمعی رشد گرایش به اسلام داره پیشی میگیره از مسیحیت دقت کن چی میگم رشد گرایش نه تعداد مسلمونا یا یعنی اونگی تعداد ها داره زیاد میشه میتونه زاد و ولد باشه مثلا هر خانواده مسلمان ده تا بچه بیاره نه گرایش به اسلام داره رشد میکنه از مسیحیت داره بیشتر میشه یعنی غیر مسلمون ها دارن مسلمون میشن خب اینو بعد چیکار بکنم یه بخشش اسلام حراسیه یه بخشش نفوذ در کشورهای اسلامیه مثلا ترکیه مثلا عربستان مثلا امارات مثلا مالزی اندونزی این کشورهایی که مسلمون توشون هست خصوصا نفوذ فرهنگی، نفوذ اجتماعی، نفوذ اعتقادی یه بخشیش به خاک و خون کشیدن این هاست مثل اتفاقی که توی افغانستان افتاد، توی عراق افتاد، توی سوریه افتاد چون تو یهود اشاره کردن دیگه اینها میخوان جمعیت کم بشه خصوصا جمعیت مسلمان ها و خصوصا شیعیان حالا این کم کردن جمعیت رو چطور میخوان رقم بزنن تو اون برنامه توضیح دادن تو کانال هست میتونید ببینید بنابراین اینجا صرفا صحبت از ایران دیگه نیست یه دشمن در کشورهای اسلامی دشمنان اسلام میخوان این رو پیاده بکنن یا تو عراق و افغانستان میبینه موفق نمیشه راهبرد رو عوض میکنه ادامه‌اشم بشنوید لذا راهبرد رو عوض کردند راه دیگری رو برگزیدند کار اونها امروز عبارت است قبل از اینکه کارهای دشمن رو آقا بخواد ذکر بکنه این رو بگم اندلس غیر نظامی فتح شد اسپانیای فعلی که بارها بهش اشاره کردیم اومدن با ترویج بی بند و باری و بی در جامعه اندلس رو گرفتن از دست مسلمان رو گرفتن شدن مسیح شد اسپانیای فعلی دشمن تو این چند سال اخیر تو این یکی دو دهه مخصوصا اخیر داره همین کارو میکنه دیگه میفهمه من بارها بهتون گفتم دیگه آمریکا توان مقابل نظامی با ایران رو نداره وارد جنگ مستقیم هم نمیشه چون تو حوزه نظامی دفاعی و امنیتی به قدری تو قوی شدی که دشمن خودش این رو میفهمه داره رصد میکنه دیگه این هواپیماهای جاسوسیشون که میاد این ناوهاشون که میاد میره اطلاعاتی که دارن جمع کنن برای چیه این اینکه ما رو محک بزنن ببینن چند مرده حلاجی خب الان رسیدن به آقا ما قوی هستیم چیکار بکنیم بعد از حوزه فرهنگی تو حوزه اقتصاد بهشون ضربه بزنیم فشار بیاریم اعتقادات مردم رو بگیریم به اسلام ضربه بزنیم حالا اون پیشفرزشون که افغانستان و عراق اینا رو میگیریم بعد ایرانم میگیریم کلا باطل شده فهمیدن که تو این حوزه نمیتون کن. کار کنن چیکار بکنیم راهبرد جدید تاکتیکا عوض شده حالا بشنم تاکتیکا چیه از تزویر تحریف تزویر آیا این تزویر در مجلس نادان نبود پارسال میگفت ایزد نشان خامنه ای الان میگه خامنه ای این تزویر نیست ریا نیست نفاق خودش رو نشون میده بالاخره یه جایی گویی دروغگویی اینا هر چیزی در تاریخ تبری اومده میان نسبت میدن به اسلام اسلام ناب محمدی که ما بهش معتقدیم ما شیعیان اصلا تاریخ تبری رو قبول نداریم جز کتاب های ما نیست چیزهایی توش آورده تعریف واقعیت کرده موارد خلاف واقع رو آورده خب کتابی که ما قبول نداریم تو میخواید ازش سند بیاری برای ما اینها امثال مجلس نادان چیه چند تا دیگه هستن تو یوتیوب که به اسلام حمله میکنن اینا میرن غالبا از منابع اهل سنت میارن از تاریخ تبری مثلا میارن چیزایی رو مطرح میکنن که علما و فقای ما قبولش ندارن وسوسه کردن خلاف واقع نمایی وسوسه کردن تو حوزه رسانه الان خوش رو خیلی نشون میده ها حالا شاید من توی برنامه رو باز بکنم که پشت پرده سری از این کانال ها که مثل این مطالب رو میذارن که ذهن شما رو منحرف کنن کیا هستند چی کار دارن میکنن طرف رو وسوسه میکنن حالا این وسوسه میتونه انگیزه مادی داشته باشه ورده های مثلا آقا مهاجرت و فلان و اینها داشته باشه این تو همه حوزه میتونه اتفاق بیفته من با رسانهش کار دارم تو حوزه رسانه دارن چیکار میکنن تحقیر ملت ها تحقیر ملت ها تحقیر ملت ها یه موقعی هست مثلا یکی مثل صادق زیبا کلام پیدا میشه خود تحقیری دوچاره مثلا ارباب رو آمریکا میدونه ایران رو یه کشور عقب مونده یه داغون میدونه یه موقع هست نه از طرف دشمن تحمیل میشه به تو تحقیر ملت ها خب میتونه با فشار اقتصادی باشه میتونه با تحریم باشه بعد از اینکه تو رو ضعیف کنه بیا تحقیرت بکنه قانون کاپیتولاسیون یادتونه که بارها دربارش صحبت کردیم در دوره پهلوی در این کشور اتفاق میافتاد حالا خود تحقیری اینه تو بیای این رو به عنوان دستاورد مطرح کنی ببین پهلوی چقدر خوب بود گل و بلبل بود این شو خود تحقیری دیگه اما مثلا کتاب سود 40 ساله رو نری بخونی مثلا کتاب تاریخ تحولات سیاسی ایران رو نری بخونی که بفهمی آقا چه خبر بوده ها بفهمی آقا چی بودیم چی شدیم آمارها رو آمارهای بین المللی ها نه که جمهوری اسلامی میده رشد علمی کشور رو بری بررسی بکنی تعداد دانشجوها تعداد پزشکا تعداد متخصصین تعداد بانوانی که وارد دانشگاه شدن تو حوزه اجتماعی دارن فعالیت میکنن یعنی اینها رو نبینی پیشرفت های چشمگیر مختلف تو زمین های مختلف رو نبینی بیا بگین آقا پهلوی اصلا گل بلبل بود آمریکا رو ببین ارباب کت خداست خود تحقیری یعنی همین دیگه یه یعنی خودت باعث میشه یه موقع دشمن تحمیل میکنه بهت بدبین کردن ملت ها به خود بدبین کردن به خود همین که علاقه تو جامعه تو جامعه خودمون به خودمون بپریم نسبت به همدیگه بدبین باشیم کینه باشه نفرت باشه بگیم نه ما نمیتونیم دیگه تموم شد ایران سیاه داغون ویرانه باید بذاریم بریم خونه زندگی رو بفروشیم مثلا مهاجرت کنیم پنهان کردن توانایی ها و برجستگی ها و درخشانی درقشان... های ملت ها امروز تاکتیک این هاست همین چیزی که الان گفتم این پیشرفت رو نبینی بگی ای بابا جمهور اسلامی چیکار کرد؟ کرده هیچ کاری نکرده امید به زندگی زیر 60 سال بود الان بالای هفتاد ساله امید به زندگی از چی میاد از بهداشت خوب تغذیه خوب داشتن نشاط کم شدن بیماری ها افزایش و ارتقای کیفیت سلامت تو زندگی تو اینها امیدواری میاره تو سنت میره بالا دیگه متوجه باشیم بدانیم من چند روز قبل از این گفتم ما در شناخت حرکت دشمن و تاکتیک دشمن و روش دشمن در دشمنی باید به روز باشیم یک کارهایی رو ده سال قبل بیست سال قبل ممکن بود بکنن امروز نمی کنن روش های دیگری دارن راه ابطال این روش ها رو به دست بیاریم ملت به همدلله هوشیار است هوشمند است و دشمن رو تا امروز شما شکست دادید بعد از این هم به حول و قوه الهی دشمن رو شکست خواهید داد این جمعیت رو ببینید تصاویر هوایی شما بیرون دیگه اینا که میگن رفراندوم 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 دیدم بعضی که که آقا رفراندوم اگه رفراندوم مردم تحلیل ندارن پس چرا همون اول انقلاب شما قبول کردید که آری به جمهوری اسلامی میگن عزیز دل برادر اون یک بحث اعتقادیه کلیت یک موضوع جمهوری اسلامی رو قبول داری یا نداری بله قبول دارم حالا آیا تمام کسایی که مثلا گفتن بله تو حوزه اقتصاد متخصصن بیان رفراندوم بذاری مثلا تو مسائل اقتصادی نظر بدید تو حوزه فرهنگی همشون متخصصن میگه آقا بیاید نظر بدید نه مثل میونه یه خونه رو به یکی نشون دادن گفتن آقا این خونه رو میپسندی گفته بله میپسندیم کلیت خونه رو پسندید حالا مثلا تو لوله کشی خونه این آدم متخصصه بیاید بهش بگیم که آقا رفراندوم برگزار کنیم بریم که لوله کشی تو کار باشه یا رو کار باشه آهن باشه یا پلاستیک باشه تو برقش همینطور تو سایر چیزاش همینطور نه کلیت خونه رو قبول کرده اونایی که سال 57 و 58 پای انقلاب بودن اومدن تو روز جمهوری اسلامی 12 فروردین 58 آری گفتن به کلیت نظام اسلامی آری گفتن بودن بله ما قبولش داریم میخواییم حالا این به این معنی نیست که تو تمام حوزه ها تو تمام سطوح بیان نظر بدن تا نظر باشن کارشناس باشن بگن بله اینجوری نه مثلا عقلانی هم نیست قرآن هم همین رو میگه فسالو اهل ذکر هر چیز از اهلش بپرسید مثلا منطق هم همین رو میگه عقل ما هم همین رو میگه الان من مثلا بیام درباره دندان پزشکی صحبت بکنم شما میخندت تو میگیریم آقا تو تخصص چیه مثلا اومد میگی دندون عقل اینجوری بکش یا فلان دندون اینجوری پر کن این پلانتش کن نکن اینو بذار اینجوری بمونه مثلا دو کانال از عصبش رو از بین ببر نه چهار کن نه خب من تخصص ندارم خندت میگیره میری پیش دندون پزشک ماشینت خراب بشه میری مکانیک نمیگی برم دام پزشک هر چیز متخصصش این که رهبری اونجا میگه رفراندوم کجای دنیا همچین چیزی هست واقعیت همینه کجای دنیا شما دید تو تمام مسائل بیان از مردم نظر بگیرن من دوره قبلی هم گفتم دیگه گفتم آقا شما نگاه بکنید ببینید تو کدوم کشور دنیا هست که برای همه مسائل بیان نظر خواهی کنن سازمان ملل این همه قوانین تصویب کرده کجا از ما پرسید از من ایرانی پرسیده از تو پرسیده که آقا اینو قبول داری یا نداری هرچی جلوتر میریم سخنرانی های بیشتری از رهبر معظم انقلاب میاد بیرون هوشمندی ایشون رو داره نشون میده و به قول امروزی ها مادر نزاییده لنگش رو سالها شاید طول بکشه تا ماها بفهمیم که چه گوهری در جامعه ما هست و ما قدرش رو ندونستیم و چقدر جفا کردیم به این اولاد پیغمبر که با تمام مشکلات با تمام دشمنی ها یک تنه در مقابل دستیس ها ایستاده جور مسئولین رو هم داره میکشه میاد یه موقعی جور مهارم میکشه کسایی که ادعا میکنیم سربازی اسلام و انقلاب رو در حوزه رسانه میکنیم ما خیلی عقبیم خیلی اصلا شوتیم نگاه کلان عمیق راه بردی چند وجهی چند بعدی چند لایه اصلا ما میشستیم به هجاب تا آخر میخوایم هجاب رو بریم ایشون هجاب رو میبینه اقتصاد رو میبینه فرهنگ رو میبینه ورزش رو میبینه همه چیز رو با هم یعنی یک منظومه فکری کامل سر به ها هم زنی میکنه اینجا فهمید نیروی انتظامی هم که وارد بشه بالاخره طول میکشه تا بیاد روال عادیش شکل بگیره به مردم خیرخواهانه و پدرانه داره میگه میگه با هم متحد باشید و دشمن میخواد شما به هم بپرید توته دشمن رو بازم خونسا کنید و خواهید کرد انشالله من خیلی لذت بردم از سخنرانیشون البته یه بخشی هست که مربوط به دینداری و ماه رمضان اینها بود که تو خطبه اول بود اون دیگه خیلی طولانی میشد ما کل فیلم رو داریم حتی فیلم نماز رو هم داریم بعد بگم دوستان زحمت بکشن تو کانال بذارن که بتونید استفاده بکنین این یه تیکه که دیدم میخواد مورد سوء استفاده قرار بگیره رو لازم دونستم واجب دونستم بیام روشنگری کنم بگم که چه خبره و فریب امثال مجلس نادان رو نخورید که در فکر تجزیه ایران هستن ممنون که تا این تا این برنامه هم همراه من بودیم که ویدیو کمک میکن یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و برنامه بعد خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون